هایدی، یک کتاب هیجان انگیز برای بچه ها، نوشته جرالدین تیلر، تصویرگر تامسین هنریسن. تو زمانهای خیلی خیلی قدیم یه دختر کوچولویی به اسم هایدی همراه با عمش توی شهر کوچیکی تو کشور سوئیس زندگی میکردن. این شهر کوچولو نزدیک کوها بود. یه روز عمه دتی گفت امروز میخوایم بریم دیدن بابا بزرگ. اون تو دل کوها زندگی میکنه. اونا قدم زنان نزدیک کوها رسیدن. اونا یه پسری رو دیدم به اسم پیتر که از بزها مراقبت میکرد. هایدی و عمه دتی دیگه نزدیک خونه بابا بزرگ رسیده بودن. بابا بزرگ از دیدنشون خیلی خوشحال شد و به اونا خوش آمد گفت. عمه دتی گفت هایدی من باید دیگه برم فرانکفورت. شما اینجا پیش پدر بزرگ باید بمونی. هایدی نگران شده بود و نگران بابا بزرگم بود. بابا بزرگ گفت من خیلی خیلی پیرم و نمیتونم مراقب هایدی باشم. ولی عمه دتی رفت و هایدی با بابا بزرگ موند. هایدی پرسید بابا بزرگ من کجا بخوابم امشب؟ بابا بزرگ براش یه تخت خیلی کوچولو و راحت از علف‌های یونجه درست کرد و پیتر هم برای هایدی شیر بز آورد. هایدی خیلی خیلی خوشحال بود از اینکه بابا بزرگ تو کوه زندگی میکنه. اون درخت‌ها و گلا رو خیلی دوست داشت و از اینکه به پیتر کمک می‌کنه تو مراقبت از بزها خیلی خوشحال بود. هایدی یه بز سفید کوچولو رو بیشتر از همه دوست داشت و اسمش رو گذاشت دونه برف. خیلی از وقتا هایدی همراه با پیتر به دیدن مادر بزرگ پیتر می‌رفت. اون نابینا بود. هایدی درباره درخت‌های زیبا، گل‌های زیبا و هر چی که تو دل کوها می‌دید برای مادر بزرگ پیتر تعریف می‌کرد. بعد از این مدتی عمه دتی برگشت. اون گفت هایدی دیگه موقعی رفتنه و تو باید به زودی به مدرسه بری. هایدی پرسید خب من کجا باید بیام؟ عمه دتی گفت تو با من به فرانکفورت خواهی آمد. بابا بزرگ خیلی ناراحت بود. اون گفت حتما هایدی باید بیاد. هایدی هم خیلی غمگین بود. اون گفت عمه دتی من میخوام بابا بزرگ اینجا بمونم. من میخوام پیش پیتر و بابا بزرگ باشم. ولی عمه دتی گفت نه و تو باید به مدرسه بری. عمه دتی هایدی رو با خودش برد. اونا رفتن به خونه دوستاشون توی خونه خیلی بزرگی تو فرانکفورت. یه دختر کوچولوی به اسم کلارا اونجا زندگی میکرد. ولی کلارا نمیتونست راه بره. اون مجبور بود که همیشه رو صندلی چرخدار بمونه. هایدی کلارا رو خیلی دوست داشت ولی اون از این که تو فرانکفورت زندگی میکنه خوشحال نبود. اون دلش میخواست که برگرده و پیش پدر بزرگ و پیتر زندگی کنه. همه شب هایدی خواب کوها، دونه برف
پیتر رو میدید. یه روزی که هایدی از مدرسه برگشت، کلارا گفت دیشب خدمتکار یه روح دید تو پله ها. من امشب از بابا خواستم که بالا پیش من بمونه تا اونم اون روح رو ببینه. شب بعد بابای کلارا همراه با آقای دکتر که دوستش بود اومدن بالا و منتظر اون روح کوچولو شدن. بعد از این مدتی دیدن که یه صدایی توی پله ها میاد. اونا آروم آروم رفتن سمت پله ها و دیدن هایدی دختر کوچولوی ما آروم آروم توی خواب از پله ها داره میاد پایین. اونا روحو پیدا کرده بودن. اون هایدی کوچولوی ما بود. آقای دکتر هایدی رو برگردون به اتاق خواب. ازش پرسید هایدی تو چه خوابی میدیدی؟ و هایدی گفت من خواب میدیدم که تو دل کوها هستم. من اینجا خوشحالم ولی من خیلی دلم برای بابا بزرگ و پیتر تنگ شده. بابای کلارا خیلی نگران هایدی بود. اون گفت هایدی من کمکت میکنم که برگردی به خونه. هایدی به دیدن کلارا رفت و گفت کلارا من دارم برمیگردم به کوها پیش بابا بزرگ ولی خیلی دلم برای تنگ میشه. کلارا گفت منم خیلی دلم برای تنگ میشه ولی من میام یه روزی به دیدنت. هایدی برگشت به کوها. بابا بزرگ و پیتر خیلی خیلی خوشحال شدن وقتی اونو دیدن. پیتر کمی شیر بز آورد برای هایدی و هایدی رفت که رو تخت راحتش کمی استراحت کنه. ولی دیگه هایدی تو خواب راه نمی رفت. اون خیلی خوشحال بود که به خونه برگشته. روز بعد هایدی رفت تا تو مراقبت بزها به پیتر کمک کنه. پیتر گفت هایدی خیلی دلم برای تنگ شده بود. من خیلی خوشحالم که برگشتی. هایدی گفت منم خیلی دلم برای تنگ شده بود. من دیگه برای همیشه اینجا میمونم. یه روز صبح که هایدی بلند شده بود و داشت صبحانه میخورد متوجه شد کسی داره در رو ضربه میزنه. اون کلارا و پدرش بودن. بابای کلارا گفت من باید برگردم به شهر. کلارا میتونه اینجا برای یک هفته با شما بمونه. هایدی خیلی خیلی خوشحال شد وقتی کلارا رو دید. اون کلارا رو برد و همه جا رو بهش نشون داد. ولی پیتر خیلی خیلی حسادت میکرد که هایدی دوست جدید پیدا کرده. یه روز اون صندلی چرخ داره کلارا رو از کو پرت کرد به دره. روز بعد کلارا نمیتونه صندلی چرخ دارش رو پیدا کنه. کلارا گفت من باید سعی کنم که راه برم. هایدی و پدر بزرگ به اون کمک کردن تا راه بره. ناگهان کلارا شروع کرد به راه رفتن به تنهایی. هایدی گفت خیلی خیلی خوشحالم که میتونی راه بری. پیترم خوشحال شده بود دیگه و گفت من خیلی متاسفم. کلارا میشه با من دوست باشی؟ روز بعد بابای کلارا برگشت. کلارا قدم زنان به سمت بابا رفت. ناگهان بابا گفت تو میتونی راه بری؟ این بزرگترین شادی و بزرگترین روز زندگی منه. و هایدی و کلارا و پیتر برای همیشه با هم دوست شدن. خب بچه های گلم
امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. برای شنیدن داستانای بیشتر لطفاً تو کانال من عضو شید. خیلی خیلی دوستتون دارم.